سرخط مهمترین خبرها. پایگاه گیری ارتش پاکستان در بگرام، حذف وزارت زنان، مشارکت سیاسی زنان در حکومت طالبان چگونه تأمین می شود؟ و نشست سازمان همکاری های شانگهای، افغانستان مورد بحث. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. نشست سازمان همکاری های شانگهای. نشست اعضای سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وضعیت نگران کننده این روزهای افغانستان محور بحث اعضای نشست بود. تشکیل حکومت فراگیر، آزاد کردن ذخایر پولی افغانستان، تعامل احتمالی بعضی از کشورها با طالبان و کمک و راهنمایی طالبان برای ساختن دولت معتدل از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. همچنان ابراز نگرانی در مورد وضعیت افراد ملکی در پنجشیر و یافتن یک راه حل معقول و منطقی برای پایان یافتن جنگ در آنجا موضوع دیگری بود که در حاشیه نشست بین رئیس جمهور تاجیکستان و نخست وزیر پاکستان به بحث گرفته شد. و همچنان حذف وزارت زنان، مشارکت سیاسی زنان در حکومت طالبان چگونه تأمین می شود؟ طالبان روز جمعه 26 سنبله وزارت امور زنان را به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر دادند. همچنان طبق دستور تازه آنان تمامی مکاتب پسرانه نیز بازگشایی شدند. در این دستور اما در مورد مکاتب دخترانه چیزی گفتن نشده است. این عملکرد طالبان نگرانی های زیادی را برای شهروندان به ویژه زنان خلق کرده است. زنان معتقدند که طالبان به حقوق آنان متعهد نیستند. از این رو در صدد حذف زنان هستند. آنان حذف وزارت امور زنان را مصداق گفته هایشان می دانند و از طالبان می خواهند که زمینه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند. زنان می گویند که برای تأمین حقوقشان مبارزه خواهند کرد. طالبان هرچند در مورد حذف وزارت امور زنان دلیل مشخص ارائه نمی کنند، اما می گویند که در نظر دارند روی یک طرح بدیل کار کنند. در این مورد اما جزئیات ارائه نمی دهند. طالبان هنگامی که کابینه سرپرست را اعلام کردند نیز از وزارت امور زنان نامی نبردند. علی رغم این که برای تمامی وزارتخانه ها سرپرست تعیین کردند، اما در میان این سرپرستان هیچ زنی حضور نداشت. در آن زمان نیز گزارش های مبنی بر حذف وزارت امور زنان بر نشر رسیده بود. اکنون طالبان با حذف این وزارت رسما مهر تایید بر این گفته ها زدند. از سوی دیگر شماری از ادارات دولتی به فعالیت آغاز کردند. طالبان از کارمندان ذکور ادارات خواستند که به وظایفشان برگردند. در این میان کارمندان زن به سرنوشت هستند و از آنان برای حضور در ادارات دعوت نشده است. همچنان وزارت معارف طالبان روز جمعه 26 سنبله اعلام کرد که همه مکاتب خصوصی دولتی و دارالعلوم ها برای دانش آموزان پسر از روز شنبه 27 سنبله باز می شود. در این اعلامیه در مورد سرنوشت مکاتب دخترانه چیزی گفته نشده است. با این حال این تصمیم طالبان نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. شماری از زنان نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و از طالبان خواستند که به حقوق زنان متعهد باشند. زرقا یفتلی فعال حقوق زن در واکنش به حذف وزارت امور زنان میگوید که طالبان نسبت به حقوق زنان متعهد نیستند و با آنچه که میگویند تعهد ندارند. او در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان زنان را من حیث یک انسان در جامعه افغانستان نپذیرفتند. با گفته او وزارت امور زنان آدرس مشخص برای زنان کشور بود و این آدرس از حقوق زنان حمایت میکرد. بر علاوه به باور خانم یفتلی، زنان از طریق این وزارت خود را در آینه دولت می دیدند و در کابینه حضور داشتند. وی حذف این وزارت را نگران کننده توصیف می کند و می افزاید که این کار تأثیر منفی روی زنان خواهد داشت. فرزانه احساس فعال دیگر حقوق زنان نیز حذف وزارت امور زنان را ناامید کننده می داند.
او بر روزنامه 8 صبح میگوید که وزارت امور زنان هرچند یک نهاد اجرایی نبود، اما آدرس و مرجع مشخص برای هماهنگی، همبستگی و مشارکت زنان در برنامه‌های ملی بود. با گفته او، این وزارت از حقوق زنان حمایت میکرد و زنان از طریق آن صدایشان را بلند میکردند. با این حال، بانو احساس حذف وزارت امور زنان را به معنای حذف زنان و به رسمیت نشناختن آنان میداند. او میافزاید حذف زنان از همین جا شروع میشود. اول وزارت امور زنان را حذف میکنند و تا ابد خانه نشین میسازند. این فعال حقوق زن اما خاطر نشان میکند که اگر طالبان تغییر نکرده اند و در نظر دارند که با همان ایده 20 سال پیش حکومت کنند، نادرست است. با باور بانو احساس، زنان اکنون تغییر کردند و برای تأمین حقوقشان مبارزه خواهند کرد. این در حالی است که زنان پس از سقوط حکومت پیشین بارها برای تأمین حقوق و مشارکت سیاسیشان دست به تظاهرات زدند. ظاهرا این اعتراض ها نتیجه نداده و طالبان عملا دست به حذف وزارت امور زنان زدند. زهرا مددی فعال دیگر حقوق زنان حذف وزارت امور زنان را قابل قبول نمی‌داند و بر روزنامه 8 صبح می‌گوید که حذف این وزارت به معنای حذف زنان از جامعه و نهایتاً از حقوق اساسیشان است. در همین حال طالبان تاکید می‌کنند که به حقوق زنان باور دارند. بلال کریمی از سخنگویان طالبان به روزنامه 8 صبح گفته است که به جای وزارت امور زنان نهاد دیگر جایگزین می‌شود. هرچند او دلیل حذف این وزارت را مشخص نمی‌کند، اما می‌گوید که زنان در دولت آینده حضور دارند و همین اکنون نیز در برخی ادارات کار می‌کنند. او می‌افزاید که به جای وزارت امور زنان نهاد بدیل در نظر گرفته می‌شود. با این حال کریمی جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نمی‌کند. از سوی هم شیر محمد عباس استانکزی از اعضای رهبری و معین وزارت امور خارجه طالبان در یک مصاحبه به بی بی سی فارسی گفته بود که زنان در دولت آینده سهم خواهند بود، اما او واضح کرده بود که زنان تنها در سطوح پایین رتبه کار خواهند کرد، نه در سطح وزیر و رئیس. و حالا می پردازیم به یک خبر از گزارشنامه افغانستان. پایگاه گیری ارتش پاکستان در بگرام. اطلاعات می رساند که 5000 افسر و تفنگدار پاکستانی در میدان بگرام جابجا شدند و برنامه دارند در میدانهای هوایی شیندند و شورابک نیز نیروهای پاکستانی جابجا سازند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.